درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جا که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذارن که در خدمتتون باشم. هفتگی در همچین روزی مطالبی که فکر میکنم ممکنه مورد نظرتون باشه راجبش تحلیل و تفحص بکنیم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاسگزارم که کمک میکنن که این برنامه به بهترین شرایطی انجام بشه. امروز تنها هستم در خدمتتون، مطالبی رو جمع جور کردم که بتونم خودم در خدمتتون مطالب رو مطرح بکنم. اولین موضوعی که به نظرم میرسه که موضوع روز هست، البته موضوع روز بسیار مطالب زیادی هست، ولی یکی از این مطالب موضوع راجع به آقای سلمان رشدی هست. سلمان رشدی آخرین خبری که از ایشون هست، حالشون رو به بهبود هست و در بیمارستان هستند. عکسی که نگاه میکنین آقای سلمان رشدی و عکس دیگه آقای هادی مطر که آمریکایی لبنانی اصل هستند، ملاحظه میکنین و این عکس در دادگاه هست. به روز دو روز بعد از اینکه ایشون دستگیر شد، بلافاصله آوردنش به دادگاه و در اونجا در دادگاه اشاره کرد که من گناهکار نیستم. و من داشتم مقایسه میکردم با گرفتاری خانم سپیده رشنو، خانومی که در اتوبوس با یک خانم محجبه‌ای که دختر یکی از سپاه پاسداران بود، ایشون رو گرفتن و بعد از اینکه یک هفته ازش خبری نبود، با چشمان عرشبت که ضرب دیده و کبود به اعتراف ازش گرفته بودن و در تلویزیون نشون دادن. حالا من نمیخوام حاشیه برم، ولی خواستم بگم که آقای مت با همون صورتی که شما ملاحظه کردین در دادگاه حاضر شد. آقای سلمان رشدی به احتمال بسیار قوی در اون بیمارستانی که عمل شده نخواهد بود به خاطر مسائل امنیتی و در جایی هست و گزارشی که اومده حالشون بهتره. و باید بگم پس از این، اگرچه فروش کتاب آقای سلمان رشدی سیتانیک ورس، واژه‌های شیطانی که ایشون نوشتن، بسیار بسیار فروش فوق‌العاده‌ای داشت، ولی پس از این حمله فروشش از آمازون بسیار بسیار بالا رفته. این کتاب همطور که میدونین در حقیقت راجع به این هست که اگر شیطان بسیار قوی هست، یعنی در حقیقت یکی از مخلوقات خود خدا هست و خدا در قرآن و در روایات گفته شده که خیلی بسیار قوی هست و میتونه کارهای فوق‌العاده‌ای انجام بده، ایشون سوال میکنه، مفصل البته در کتابش سوال میکنه که آیا فکر نمیکنین قرآن هم توسط خود همین شیطان نوشته شده؟ چون اینقدر که قوی هست میتونه که قرآن هم نوشته باشه و شما رو بخواد گمراه بکنه. در حقیقت اون چیزی که میخواد بگه اینه که اون چیزی که در قرآن نوشته شده تحریف شده است. اون چیزی که نوشته شده سخن خدا نیست. اون سخن خدا، اگر که واقعا کسی به خدا اعتقاد داشته باشه، اون مطالبی که در قرآن نوشته شده در حقیقت نمیتونه لزوماً گفتار خدا باشه. و به نظر من هم همینطور. اون کسانی که اسکالر هستند و مطالعات اسلامی دارن، بسیاری هستند که کتابها و مقالات بسیار زیادی رو نوشتن و عرشبت که مشخص کردن که در حقیقت تعدادی از این روایات و داستانهایی که در کتاب در قرآن هست از تورات و از انجیل گرفته شده، داستانهایی که اونجا هست، به علاوه قرآن تبعیت کرده از قوانینی که در اون زمان
از یونان قدیم گرفته شده یا از تجاراتی که خدیجه همسرش می گرفته و یا اینکه از یاداوری های زرتشت و دیگر فلاسفه یونان منزجر گرفته شده بوده. بنابراین میتونه همه اینا رو جمع جور کرده باشه و سرهم کرده باشه. البته اینم حتما میدونیم که قرآن پس از 200 سال پس از فوت پیغمبر جمع جور شد و همونطوری که بازم میدونین اون موقع کاغذی که چیز نبوده و اون چیزهایی که به نظر میرسیده از روی نوشته هایی که روی پوست حیوانات می نوشتن روی پوست های درخت ها می نوشتن که البته و یک مقدار هم از طریق دهن به دهن از سینه به سینه به بین مردم گذاشته شده بود. البته خود قرآنی که دست الان در دست مردم هست چندین بار ویرایش شده و واقعیت اون چیزی که ما امروز می بینیم اون قرآنی نیست که در اون موقع مطرح شده. تمام این صحبت ها رو آقای سلمان رشدی نه به صورت یک واقعه بلکه به صورت یک داستان نوشته میشه، یک داستان خیالی، ولی این داستان خیالی در واقعیت اون واقعیت های قرآن و پیغمبر رو مطرح میکنه. آقای هادی مطر همطور که عرض کردم یک لبنانی که پدر مادرش لبنانی هستن، ایشون متولد آمریکا بوده، فقط یک بار به لبنان رفته و در این یک بار هم که به لبنان رفته وقتی که برگشته مادرش میگه که بسیار تغییر کرده بود و این تغییر روزها و ساعتها در اتاق خودش رو محبوس میکرد و رفتار عجیبی رو با خودش داشته وقتی که برگشته یک باری که در لبنان بوده و در روزنامه ها میخونه. این آقای هادی مطر در نیوجرسی زندگی میکنه، میخونه که آقای سلمان رشدی قرار است که در نیویورک یک سخنرانی بکنه و خب برنامهشو میریزه. این صحبت هاییست که ایشون میکنه. البته در سوالات اولیه که ازش شده گفته که پیرو خمینی بوده، ولی در همون صحبت ها راجع به این که حدود 4 میلیون به اصطلاح برای سر سلمان رشدی گذاشتن اطلاع نداشته، اینطوری که گفته میشه. البته وقتی که شنید که آقای سلمان رشدی زنده مونده بسیار تعجب کرد، گفت اون ضرباتی که من زدم مطمئن بودم که ایشون زنده نخواهد بود. از این موضوع که بگذاریم که امیدوارم که آقای سلمان رشدی بهبودی سریع پیدا بکنه و بتونه باز هم از کتاب‌های خودش بنویسه و بخوام یادآوری بکنم که این سیتانیک ورسز در حقیقت چهارمین کتاب آقای سلمان رشدی، دومین کتابش بهترین کتاب سالو گرفت و دو بار هم این اون کتاب دومش جایزه گرفته بوده. از این موضوع که بگذریم میخوام به مطلب دیگه، چون مطالب مختلفی رو دارم میخواستم خدمت رای بدم، راجع به برجام میخواستم صحبت بکنم. برجام الان همونطوری که اطلاع دارین بین آمریکا و ایران رفت و برگشت مطالبی هست که تا کنون آمریکا تندر نداده برای اینکه مطالبی که خواستن مطالبی بوده که مربوط میشه به ضمانت هایی که مورد نظر جمهوری اسلامی هست، به این صورت که اگر که آمریکا بخواد که خارج بشه از برجام باید غرامت بده و یا اینکه باز هم صحبت‌های مختلفی رو که قبلا هم اشاره کردن مطرح کرده و این مطرح کردن ها گفتن که ما سپاه پاسداران رو نمیتونیم، چون آمریکا گفته ما نمیتونیم برداریم و بنابراین اونا هم اصرار دارن که این کار انجام بشه. غیر از این مطالب
صحبت از اینجا هست، الان که شما عکس آقای کریمی قدوسی رو میبینین، ایشون نوشتن که برای ترور در آمریکا نیازی به اعزام پاسدار نداریم، که البته این مربوط میشه به آقای سلمان رشدی که البته الان نشون داده شد. سپاسگزارم از جناب فرزاد که اینم نشون دادن، که نشون میده که در حقیقت جمهوری اسلامی هر چقدر که بتونه میخواد که این مطالب تروریستی رو گسترش بده و ترس ایجاد بکنه. متاسفانه و متاسفانه ما مردم ایران هستیم که به نام ما در میاد، یعنی اینکه مردم کشورها، پولیتیسین ها، سیاست مدارها، کسانی که اهل مطالعه و الیت هستند میدونن وضعیت جمهوری اسلامی رو، مردم ایران رو تشخیص میدن که با حکومت فرق میکنن. ولی مردم عادی، همونطور که مثلا ما راجع به مردم عادی نیجریه نمیدونیم چه فکری میکنن، چه جوری رفتار میکنن، یا کره جنوبی یا کره شمالی چه رفتاری دارن، هندوستان با کشوری به این بزرگی چه جوری هستن. بنابراین کشورهای مختلف هم راجع به حکومت و تشخیص اون که حکومت در حقیقت نماینده مردم ایران نیست اطلاع آنچنانی ندارن. منظورم از این صحبت اینه که اتفاقاتی که میفته متاسفانه و متاسفانه اثرگذار در ما ایرانیا هست. این میتونه در مورد پاسپورت ما، گذرنامه ما باشه، وقتی که مسافرت میریم و وقتی که ملاحظه میکنیم زمانی که قبل از جمهوری اسلامی چقدر ما به ما احترام در جامعه جهانی احترام میذاشتن، چه در فرودگاه ها و چه در هر مورد دیگه ای. ولی متاسفانه الان ما را به عنوان یک کشوری که تروریست هست میشناسن. البته کسانی که در جامعه های مختلف، مثل اینکه من در کانادا هستم، شما در هر جای دیگه هستین، کسانی که با ما آشنا هستن میدونن که وضعیت ما رو در حقیقت میدونن. یک نکته که در این مورد میخواستم اشاره بکنم این که شخصا من فکر نمی کنم که این برجام واقعا به فرجامی برسه، به خاطر اینکه اگر حکومت جمهوری اسلامی در مذاکراتش حتی نتونه رو در روی جمهوری آمریکا بتونه بشینه، چطور میتونن یه قراردادی رو امضا بکنن و این قرارداد پایدار باشه؟ به علاوه موضوعی که الان دارن راجع به صحبت میکنن، موضوع غنی‌سازی و جلوگیری از پیشرفت غنی‌سازی هست. از طرف دیگه میخوام بگم که سانترفیوج های بسیار پیشرفته ای رو در حدود یک سال و نیم گذشته جمهوری اسلامی خریداری کرده. حالا با تمام دور زدن هایی که انجام میداده میدونیم که چقدر پول های بالایی میداده، در حالی که لزومی هم نداشته بده. حالا 60% یا بیشتر، به نظر من بیشتر، غنی‌سازی کردن. این غنی‌سازی به علاوه این دستگاه هایی که خریدن و تمام اون کوه هایی که زیرش رفتن، شکافتن و سانترفیوجا رو اونجا گذاشتن به خاطر اینکه حمله نشه، میدونی که چقدر هزینه برداشته. خب میخوام نتیجه گیری بکنم، این پول هایی که خرج شده بعد از اینکه قرارداد امضا بشه همش باید باطل بشه، یعنی غنی‌سازی اون 60% به علاوه باید منتقل بشه، یا اگر منتقل نشه باید در یک جایی مهرموم بشه و سانترفیوجا بعد مهرموم بشه. بعد از یه مدتی اون سانترفیوجا دیگه ارزشی ندارن، برای اینکه یا زنگ میزنن و یا اینکه سیستم جدیدتری میاد. و تمام این هزینه هایی که مردم ایران بابتش پرداخت کردن به کجا خواهد رسید؟ پس بنابراین من نتیجه میگیرم که این پایان کار نیست. من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی، اگر امروز که من با شما دارم صحبت میکنم، جاهای مختلفی، ایران کشور بزرگیه، جاهای مختلفی دیگه برنامه های دیگه داره پیاده میکنه، چون هدف اینه که میخوان یک بمبی رو داشته باشن، مثل اینکه کره شمالی داره یا پاکستان داره، و میدونن که این داشتن یک بمب یا چند بمب
بازدارنده هست برای کشورهای مختلف. خب در هر صورت میخوام اینه بگم که حتی اگر در مورد غنی‌سازی هم برنامهشون به جایی برسه، مسائل مختلف منطقه به جای خودش باقی است. یعنی اون که دخالت در امور کشورهای مختلف، داشتن نیابتی ها در کشورهای مختلف، موضوع موشک پرانی ها یا پهباد، استفاده از پهپادها که کشورهای مختلف منطقه ازش ترس دارن، و به خاطر همین شد که پیمان ابراهیم بین اسرائیل و کشورهای منطقه بنا شد و این پیمان در حقیقت برای جلوگیری از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی بود. امروز جزو خبرها بود که اسرائیل و ترکیه قرارداد مودت بستند، دوستی بستند، و قرار هست که سفارتخونه‌شون رو باز بکنن و سفیر مبادله بکنن. این یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ما در قسمت شرقمون پاکستان داریم که با ما زیاد مراوده خوبی نداره، افغانستان رو داریم، در شمال غربیمون آذربایجان، جمهوری آذربایجان رو داریم. الان همکاری ترکیه و اسرائیل مشخصه که به چه صورت، به چه مسیری داره میره. عراق که در حقیقت شیعه های عراق به خون خامنه ای تشنه هستند، از قاسم سلیمانی غیر از اون کسانی که جیره خوار و نیابتی خامنه ای هستند، واقعا مسئله دارن با جمهوری اسلامی و خامنه ای، و در حقیقت با ما مشکل دارن. از قسمت جنوب هم که نگاه میکنی میبینیم که عربستان و کشورهای منطقه خلیج فارس هم با ما مشکل دارن. بنابراین اینا نشون میده که اگر جمهوری اسلامی واقعا میخواد که پابرجا باشه، باید تمام اینها رو برطرف بکنه. ولی انقدر بیتفاوتی هست، انقدر عدم اطمینان هست بین کشورهای مختلف و جمهوری اسلامی به خاطر کارهای چلو چند سالی که انجام داده، هیچ اطمینانی رو به مردم کشورهای مختلف و حکومت‌های مختلف نمیده. این موضوع من به یک قسمت دیگه از صحبتم میخوام برسونم، و اون اینه که موضوع در حقیقت جانشینی آقای خامنه‌ای هست. من یک قدم میخوام برم عقب‌تر. خامنه ای اصرار داشت و دیدیم که عملی کرد، یک دست کردن کشور، یعنی حکومت به این صورت که قوه قضاییه دست آقای اژه‌ای هست که خودش آقای خامنه ای اینو دستچین کرده، مجلس شورای اسلامی خود ایشون مجبورش، نه اینکه مجبور کرده، ولی جزء برنامه‌اش بوده که این کار انجام بشه. آقای الان اسمشون به خاطرم نمیاد، ولی و بعدم آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه که با تمام ترفندهایی که اجرا کردن تمام رقبا را زدن و ایشون الان رئیس جمهور هست. مجلس شورای ملی بعضیا با مثلا با نماینده ها با 500 تا یا 1000 تا یا 1500 تا رأی در وارد مجلس شدن، و به خاطر که مردم تحریم کرده بودن، همونطوری که رئیس جمهور رو تحریم کردن. من آقای قالیباف منظورم بود، رئیس مجلس که الان به خاطرم اومد. خب من میخوام به چه موردی برسم. میدونیم که شورای نگهبان دست خودشونه، سپاه دست خودشونه، دست یعنی خودشونه منظورم که خامنه ای هست، صدا و سیما دست خودشونه، رسانه ها دست خودشونه. الان مدتیه که بگیرو به بندهای تمام کسانی که اتحادیه کارگری رو دارن و یا اینکه حقوق بشر رو دنبال میکنن، همه اینا رو گرفتن و ادامه داره، و این گرفتن ها ادامه داره. سینما کسانی که کارگردان هستند، فیلمبردار هستند، و کسانی که دست اندر کار هنر هستند
اونها رو گرفته. یعنی در حقیقت اون چیزی که هر کسی که سرش رو بلند بکنه، صداش بلند بکنه، اینا رو تونسته از بین ببره یا حداقل صداش رو خاموش بکنه. خب میخوام به نتیجه که میخوام برسم اینه که این در حقیقت فکر من هست و مدتی راجبش دارم فکر میکنم، و اونی که اگر که برجام انجام بشه، مقدار بسیار بسیار زیادی پول در اختیارشون خواهد اومد. صحبت از اینجاست که الان حدود 100 میلیارد دلار در کشتی‌های مختلف در اقیانوس‌های مختلف در دریاهای مختلف منتظر هست که تحریم‌ها برداشته بشه و اینا بتونن بفروشن. با حدود استیمیتی که شده، تخمینی که زده بیشتر از 100 میلیارد دلار هست، ولی ما فکر میکنیم حدود 100 میلیارد، حدود نزدیک به 70 یا 80 میلیارد دلار هم در کشورهای مختلف جزء تحریما از چین، کره جنوبی، هندوستان، ایتالیا و کشورهای دیگه بدهکار هستن به جمهوری اسلامی. خب اینها چی میشه؟ معلوم نیست که قراردادی که با آمریکا دارن میبندن با یا اروپا، آیا تمام اینها به جمهوری اسلامی برمیگرده یک زمان؟ من فکر نمی کنم. تجربه ای که آمریکا و کشورهای اروپایی دارن، میدونن که اگر یه همچین رقم هایی رو بتونن بدن یا جمهوری اسلامی بتونه این مقدار ذخیره های نفتی و مشتقات نفتی که در آن در کشتی ها آماده فروش هستن بتونن پولش رو بگیرن، میدونن که مسائل مختلفی رو دارن و میدونن که حتی هم که الان مطالب پولایی هم که برسه، به نظر میرسه که تمام این پولها به مردم ایران نخواهد رسید. اول که حدود 1 تریلیون تومان بدهکاری دولت هست به بانک مرکزی، یعنی همینطوری رفته قرض گرفته و پول چاپ کردن و اینا رو باید بالاخره بده، نه اینکه بخواد حالا مجبور هست بلافاصله بده، ولی میخوام بگم که یه مقدار بدهکاری های زیادی رو داره. کسانی که در عراق هستن، نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و لبنان، حتی حوثی ها در فلسطینی ها، اینا تمامشون انتظار دارن که این پول ها بیاد و بتونن که اون دریافتی های عقب ماندهشون رو بتونن بگیرن، و اگر هم نتونن این پول بیاد، من فکر نمی کنم که این نیابتی ها زیاد بتونن دووم بیارن، برای اینکه اونا باید یک پولی رو داشته باشن. اگرچه ذخیره هایی که جمهوری اسلامی داره و از اون منابعی که از بنیادهای مختلف دریافت میکنه که ما اصلا نمیدونیم این بنیادها چقدر درآمد دارن، چون نه مالیاتی میدن نه هیچی، میتونن اینا حداقل باز هم برای مدتی ادامه زندگی بدن. خب برگردم به ادامه صحبت قبلیم در همین رابطه. چند روز پیش صحبت از این بود که بیاییم و جمهوری اسلامی جزو صحبت هایی که از ایادی خودش کرده که بیایم که حجاب و جرم نیست، بیام از جرم زدایی بکنیم و حجاب رو به صورت جریمه انجامش بدیم. یعنی چی؟ مثل این که شما جریمه رانندگی میگیرین یا سرعت میگیرین یا از چراغ قرمز رد میشین، بتونین جریمه بدین و خانوما هم بتونن جریمه بدن اگر که حجابشون شل باشه. البته من یک لیستی رو دیدم که خیلی خنده داره که اگر یک کمی شل باشه، مثلا اینقدر باشه، اگر که مانتوشون کوتاه باشه اینقدر باشه یا غیره. حالا من وارد اون نمیشم، ممکنه که بعضیاش درست نباشه، ولی میخوام به این نتیجه برسم که یک چیزهایی رو دارن یواش یواش شل میکنن، یک چیزهایی رو دارن
در حقیقت به نفع مردم میخوان که بگن که ما داریم یک تغییراتی رو میدیم. ببینید، من میخوام برم به کشور همسایه عربستان و راجع به محمد بن سلمان صحبت بکنم. از زمانی که محمد بن سلمان ولیعهدی عربستان گرفت، تغییرات بسیار زیادی انجام داد. به ترقی و تعالی عربستان بسیار کمک کرد. بسیاری از مفتی ها رو زندانی کرد، بسیاری از شاهزاده ها رو یا اینکه زندانشون کرد یا اینکه پولاشون رو ازشون گرفت. منظورم قدرت رو از شاهزاده ها گرفت. در این مدت آزادی های زیادی رو به زنان داد، یعنی زنانی که همیشه ما جمهوری اسلامی و ما خودمون مسخره میکردیم که زنان عربستان اجازه رانندگی ندارن، که البته الان ما به سر خودم اومده، زنان ما نمیتونن دوچرخه سواری بکنن. بگذاریم از این موضوع. کارهای زیادی رو کرد. به علاوه من یادم هست که کنسرت های بسیار زیادی رو گذاشت، کنسرت هایی که زنان میخوندن، ارکست هایی که در اروپا میزدن، یا اینکه در بعضی از سواحل عربستان یا شهرهای عربستان غیر از مکه حجاب اجباری نیست و خارجی ها میتونن که حجاب نداشته باشن. کارهای علمی که دارن انجام میدن، الان یک شهری رو دارن میسازن تا 2030، الان ما یعنی 8 سال دیگه این شهر یکی از شهرهای، نه اینکه یکی، مهمترین شهر دنیا خواهد بود از نظر اینکه خودکفا هست و نیازی به انرژی عرشبت که فسیلی نخواهد داشت و آخرین سیستم های تکنولوژی که در ژاپن، در آمریکا، در اروپا هست ازش استفاده میشه، از نیروی انرژی خورشیدی استفاده خواهد کرد، انرژی باد استفاده خواهند کرد. اون چیزهایی است که در حقیقت ما میتونستیم سالها پیش این کار رو انجام بدیم انجام بده. در این حال یک رفورم هایی رو، تغییرات اساسی رو در اجتماع عربستان داره تغییر میده و محمد بن سلمان الان در حقیقت میشه گفت که در دنیای عرب همچنین و عربستان یکی از محبوب ترین افرادی که هست. حالا بگذاریم از اینکه یک پرونده بسیار سیاهی در مورد کشتن قاشقچی داره که اون سر همیشه اون پرونده براش خواهد بود و صحبت از این بود که آقای جو بایدن که میاد به عربستان به خاطر اون موضوع ایشون رو نبینه، ولی باز هم اونا به خاطر پاپولاریتیش، به خاطر محبوبیتش قبول کردن که با آقای محمد بن سلمان بشینن، که البته همیشه گفته بود که من مخالف، آقای جو بایدن گفته بود من مخالف هستم. میخوام اینو بگم که این سناریو ممکنه صداقت داشته باشه که پولها رو بگیرن و یک مقدار مردم رو راضی بکنن با آوردن اجناس مواد خوراکی به داخل کشور با قیمت‌های ارزون، یک مقدار این تحریم‌هایی که بر علیه زنان کردن کم بکنن. و من برسم که امکان این هست زمانی که بخوان مجتبی خامنه ای رو جایگزین خامنه ای بکنن، به خاطر یک دست بودن حکومت، یعنی ما راجع به سه قوه صحبت کردیم که دست نشانده هستن، مجلس دست نشانده هست، شوراهای مختلفی که در اونجا هست همشون دست به سینه برای خامنه ای هستن، پس مشکلی نداره. صدا و سیما هم در اختیارشون هست، نیروهای انتظامی هم در اختیارشون هست که اگر کسی بخواد کاری رو انجام بده. از این طرف اون یک چماق هست، از طرف دیگه یک هویج هست و این هویج اون چیزهایی است که به مردم خواهند داد. یعنی وقتی که
این استقبال انجام بشه که ما داریم این کارها رو انجام میدیم، نمیدونم مشکل حجاب نخواهیم داشت، به شما پول خواهیم رسوند، نمیدونم انتخابات بعدی خوب خواهد شد، نمیدونم تمام این مطالبی که ما الان باهاش مشکل داریم از نظر اجتماعی این مطالب رو بردارن. بنابراین یک سناریوی خوبی میتونه باشه برای جا انداختن مجتبی خامنه ای. ممکنه این سناریوی که من دارم به همین قوت و شدت و قوت نباشه، ولی سناریویی است که نمیشه ازش گذشت برای اینکه کارهایی که تا الان کرده، اگر کسی جز پسر خامنه ای، علی خامنه ای، مجتبی خامنه ای بیاد، مسلما خانواده خامنه ای، فرقی هم نمیکنه کیا باشن، در خطر خواهند بود. بنابراین این کارها رو کرده، این سیفگاردها رو، یعنی این مطالبی رو که خدمتتون عرض کردم، چیدمان بسیار آماده کرده که اگر احیانا مسئله پیش اومد حداقل خانوادهش باشن، و یا اینکه حداقل مثل یک چیز رسمی موروثی بتونه پیاده بکنه و با این سناریو میتونه شاید یه همچین کاری رو انجام بده. حالا برای این صحبت منو به همین جا در این مورد میذاریم باشه و میریم به یک موضوع دیگه. موضوع دیگه که من امروز خواستم راجبش صحبت بکنم، گفتمانی که شهبانو با یک رسانه ایتالیایی به نام لیبریا انجام داده، در این نشستی که با این رسانه داشته راجع به آماده بودن ایران که میخواد که برگرده به ایران، و ایشون گفتن که امیدوار هستن که به بازگشت به پادشاهی انجام بشه. بنابراین این گفتن، این گفتمان خیلی مطالب زیادی رو پیش پای ما گذاشته، و ایشون در اون نوش، در این من قسمت کوچیکی از مصاحبه شهبانو رو خدمتتون میگم و بعدم راجبش تحلیلی خواهم داشت. ایشون گفتن که پرسشی که خبرنگار کرده، گفته پسر شما شاهزاده رضا توسط بسیاری از ایرانیان داخل و خارج به عنوان رهبر مخالفان شناخته شده. پاسخ شهبانو این بوده که پسرم رضا همواره تایید کرده به دفاع از تمامیت ارضی، آزادی سیاسی، آزادی زنان، جدایی این حکومت، و میخواهد که ایرانی ها آزادانه نوع حکومت را انتخاب کنند که ساختار سیاسی آینده چگونه باشد. من اگه بخوام این رو تحلیل بکنم، از اینکه شهبانو بسیار محبوبیت داره در بین مردم هر شکی نیست، از اینکه شاهزاده رضا پهلوی شناخته ترین فرد هست در بین اپوزیسیون، در بین مردم داخل و خارج هیچ صحبتی نیست راجع به این موضوع. من بارها راجع بهش صحبت کردم با دیگر دوستانم، همه معتقد هستیم، و آخرین آمارگیری هم که شده توسط مؤسسه گمان در حقیقت یک آماری نزدیک به 40% ایشون رو نشون میده که مورد محبوبیت مردم هست، که نفر بعدی با فاصله بسیار زیاد آقای رئیسی هست، که البته من فکر میکنم که اون آماری هم که داده شده راجع به آقای رئیسی که حدود 10-12% پایین‌تر از شاهزاده رضا پهلوی هست، به نظر من اون هم درست نیست، برای اینکه مردم در انتخابات گذشته نشون دادن که آقای رئیسی واقعا مورد منفور مردم هست. میخوام اینو بگم که در این صحبتی که شهبانو کردن، مطلبی که از طرف شاهزاده گفتن
همون صحبتی است که شاهزاده میکنن و اونی که اون جدای دین از حکومت رو گفتن، آزادی های سیاسی رو گفتن، آزادی زنان گفتن و ایشون اشاره کردند که نوع حکومت رو مردم انتخاب میکنن. در حقیقت شاه کلمه این صحبت ما این هست که مردم انتخاب خواهند کرد. من اینو بیشتر روش تکیه میکنم به خاطر اینکه بسیاری هستند که حکومت پادشاهی رو نمیخوان، حکومت موروثی رو نمیخوان، ولی در حقیقت اینجا اشاره میکنه که مردم هستن که تصمیم میگیرن که چه نوع حکومتی رو میخوان. من روی سخنم به طرفداران پادشاه، سامانه پادشاهی هست. اگر واقعا شما میخواهید که شاهزاده کسی باشه که مورد انتخاب مردم در آتیه باشه، اونطور رفتار بکنین که خود شاهزاده میخواد یا شهبانو میخواد. ما در زیرنویس بعضی از این کامنت هایی که گذاشته میشه بسیاری ما فحاشی میبینیم. بسیاری هستن که طرفدار سامانه پادشاهی هستن ولی با کارهایی که میکنن، با کامنت هایی که میذارن، در حقیقت کسانی که در بین پادشاهی و جمهوری هستن و از خودشون میرونن و این بسیار بسیار دیده شده و من بارها راجع به موضوع هم برای شاهزاده پیغام دادم و گفتم و الانم اشاره میکنم که اگر کسانی هستن که واقعا دغدغه حکومت پادشاهی رو دارن، اونطور رفتار بکنن که در حقیقت نشون بده که اون جربوزه و اون کپاسیتی، ظرفیت رو دارن که قبول بکنن. و اگر هم ما قبول داریم، اگر ما قبول داریم که ما دموکراسی رو قبول داریم و قبول داریم که رأی مردم نوع حکومت رو انتخاب میکنه، پس بنابراین از الان کسانی که این مسیر رو دارن طی میکنن باید قبول بکنن که مورد قبول همه قرار بگیرن، برای اینکه زمانی که انتخابات انجام شد، زمانی که رفراندوم انجام شد، اون موقع است که در حقیقت صندوق هست که تعیین میکنه که چه نوع حکومتی رو مردم میخوان. و این مردم خواستن به نظر من کسانی میتونن اون گروه های حالا جمهوری خواه طیف مختلف خودشو داره، پادشاهی در حقیقت یک طیف نمیتونه بیشتر داشته باشه. بنابراین اگر کسی دغدغه داره که پادشاهی بشین نوع حکومت بعدی، از الان باید اون مهربانی رو داشته باشه، اون پرخاش رو نداشته باشه و اون کاری رو انجام بده که در حقیقت اون چیزی است که شاهزاده میخواد یا شهبانو میخواد. ولی و بعد اینم میخوام اشاره بکنم، اگر کسانی هستن که این مسیر رو انتخاب بکنن، یعنی مهربانی رو انتخاب بکنن و صحبت‌های شاهزاده رو مورد قبول داشته باشن، اگر کسی آمد و با پرچم شیر و خورشید اومد و با عکس خاندان پهلوی در صفحات خودش بود و بعد دیدین فحاشی میکنه، مطمئن باشین اون فرد یا اون افراد اونا نفوذی های جمهوری اسلامی هستن. البته من اینو فراموش نمی کنم و یادآوری هم می کنم که شاهزاده در این سالهای گذشته بارها گفته که حساسیتی راجع به این که پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه اصلا نداره. در بعضی از در پیمان نوین که اشاره ایشون کردن گفتن که نمیخوان هیچ سمتی رو داشته باشن، بلکه میخوان که وکیل مردم باشن، یعنی در حقیقت میخوان کمک بکنن برای بهسازی کشورمون ایران. حالا البته ممکنه که مثل بقیه هموطنانمون که تغییرات اصولی داشتن در از حدود 10 سال گذشته، شاهزاده ممکنه که بر اثر اصرار مردم و یا اینکه پاپولاریتی که ایشون میتونه داشته باشه تغییر عقیده بدن. ولی اگر
برگردم به صحبت های چند لحظه قبلی، اینه که اگر واقعا ما دغدغه اینو داریم، دغدغه ایران رو داریم. چون من باور کنین بعضی روزها خیلی غمگین میشم به این صورت که بعضی هستن که واقعا میخوان که جمهوری اسلامی از بین بره، ولی کارهایی که میکنن نشون نمیده که اینطور هست. در حقیقت فرد پرستی میکنن، در حالی که ما در واقعیت اون چیزی که برای ما الان مهم هست نجات کشورمون هست، و نجات کشورمون هست به این صورت که بتونیم از جمهوری اسلامی گذر بکنیم، سرنگونی جمهوری اسلامی رو بخوایم، و این در حقیقت مهمترین چیزی است که ما باید الان روش کار بکنیم. و امیدوارم با این صحبت هایی که من کردم اون محبوبیتی که شهبانو داره و یا شاهزاده داره به کار ببرن، و اون اپوزیسیون متعهد، کسانی که واقعا دغدغه دارن، کسانی که واقعا میهن دوست هستن، دور خودشون جمع بکنن و با این وسیله بتونن یا بتونیم یک کوالیشنی، یک اتحادی، یک ائتلافی انجام بدیم، با علم به این که مردم هستن که قرار هست نوع حکومت رو تعیین بکنن، با علم این موضوع به دور همدیگه جمع بشیم. و من محوریت شهبانو و شاهزاده رضا پهلوی رو بسیار بسیار مهم میدونم. بدون شرکت این دو عزیز من مطمئن نیستم که اون اتحاد و همبستگی بشه انجام بشه. بنابراین این صحبت رو من به پایان میرسونم و فقط اشاره بکنم که شهبانو گفتن که اگر که، یعنی پرسش خبرنگار این بوده که اگر که به پادشاهی برسه پسرتون، یعنی رضا پهلوی، بعد از اون ایشون کی خواهد بود؟ شهبانو گفتن که نوه دخترشون شاهدخت نور خواهد بود. حالا از اینکه این عکس ملاحظه میکنید، ایشون شاهدخت نور هستن، دختر بزرگ شاهزاده رضا پهلوی، نوه. البته باید اشاره بکنم که اگر یه همچین چیزی اتفاق بیفته قاعدتا باید قانون اساسی تغییر بکنه، و البته من فکر نمی کنم که مردم ایران اگر این مسیر رو بخوایم بریم یا مردم تصمیم بگیرن بخوام برن مطلبی باشه. وقت ما داره به پایان میرسه، من حدود 7-8 دقیقه فرصت دارم، چند مطلب رو میخواستم خدمتون بگم. یکی این که خبر خوش این که آقای به نام کاوه مدنی، یک هم شهری ما، یعنی منظورم کانادایی، در تورنتو هستن. ایشون معاون محیط زیست بودن در ایران، ولی به خاطر ایشون تحصیل کرده انگلیس هستن، بسیار فرد متخصصی هستن در امور عرشبت حضورتون که محیط زیست از طریق رئیس سازمان ملل به عنوان مسئول محیط زیست و آب و عرشبت حضورتون که انتخاب شدن برای سازمان ملل، این یک افتخاری هست به نظر من و بسیار کسانی دیگه که یک همچین هموطن جوانی به این سمت در مؤسسه آب و محیط زیست در سازمان ملل انتخاب شد. از این که بگذریم، میخواستم که برم به یک موضوع دیگه راجع به آقای علی کریمی، فوتبالیست قهرمان تیم ملی کشورمون، که اخیراً سر موضوع تاسوعا و اینکه قرار من از روی این میخونم که بتونم بقیه صحبتم ادامه بدن، این نوشته که بیشرف توی دوزاری هستی که به اسم اسلام هر زر مفتی رو میزنی، من برعکس تو کامنت ها رو باز میذارم. این اگر اینو یک لحظه نگه دارین، اینو گفته آقای علی کریمی هست در مقابل
صحبتی که یک آخوندی به نام حامد رضا معاونیان گفته بوده که به ایشون گفته بوده که شما چون ایراد گرفته بودن که آقای علی کریمی ایراد گرفته بود که چرا شما میلیاردها تومان هزینه میکنین و دعا میکنین که مریضی خوب بشه، در حالی که اون میلیاردها تومانی که دارین خرج میکنین هزینه بکنین که مریض خوب بشه. اون آقای آخون آقای معاونیان به ایشون فحاشی کرده، گفته بهش گفته الدنگ و بیشرف. یک آخوندی دیگه اومده گفته اگر کسی گفته بیشرف میتونه 80 ضربه شلاق بخوره. این موضوع بسیار مورد صحبت هموطنانمون بوده و تا حدود دیشب که من چک میکردم حدود 1 میلیون لایک خورده در سایت آقای علی کریمی و در حقیقت نشون میده که مردم دوست دارن که این مطالب از طریق سلبریتی ها مطرح بشه. من در اینجا این موقعیت رو مقتدم میشمارم و به سلبریتی ها چه در داخل و چه در خارج میخوام بگم که باید شجاع بود. آقای علی کریمی و دیگر ورزشکارانی که ما مثل که اسامیشون حالا ممکنه که از ذهن من خارج باشه، کارهایی رو کردن، حرفایی که زدن نشون میده که اینها اثر گذارن. یعنی اگر یک سایتی 1 میلیون لایک بگیره نشون میده که جمهوری اسلامی عقب خواهد رفت. من نمیگم که آقای کریمی رو ممکنه تنبیه نکنند، ولی بدون پاسخگویی از طرف مردم نیست. حالا شما این تعداد رو گسترش بدین طرف سینما، هنرپیشه ها، خواننده ها، ورزشکاران در همه رشته ها به خصوص فوتبال، اگر اینا واقعا جرأت بکنن بیان و مطالبی مهم میره که به نفع مردم هست بخوان مطرح بکنن، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بتونه طاقت بیاره و مجبوره که عقب نشینی بکنه. در مورد این موضوع میخواستم که مطلب دیگه هم اشاره بکنم چون وقتمون داره کم میشه. خانم سپیده رشنو که حدود 2 هفته پیش من در ابتدای این جلسه راجبش صحبت کردم، در نزدیک به 1 ماه ازش خبری نیست و این وظیفه ما هست که اسم ایشون رو مرتب توییت بکنیم یا در رسانه ها بتونیم اضافه بکنیم، یعنی اضافه بکنیم که جمهوری اسلامی فکر نکنه که فراموش شده. خبر بعدی که امروز شنیدم، یک خانومی که دستگیر شده بود در ارومیه به نام خانم سعد خدیرزاده، ایشون رو به زندان بردن در ارومیه و در اونجا در حقیقت این موضوع مال چند ماه پیشه، فرزندش رو در زندان به دنیا آورد و الان فرزندش 2 ماهه، ولی انقدر بهش فشار آوردن که هنوز دقیقا نمیدونیم که چه فشارهایی آوردن. سعی کرد که با روسری که داشته خودشو دار بزنه و متاسفانه میخواسته که با دادن قرص به کودک نوزادش 2 ماهش، اونم همزمانی که خودشو دار میزنه فرزندش هم بکشه. خوشبختانه خودشون نجات دادن، یعنی و فرزندش هم در حقیقت به بیمارستان رسوندن و این خانم سعد خدیرزاده رو به بیمارستان رسوندن. آخرین خبر رو ازشون ندارم، ولی امیدوارم که هم کودک و هم مادر مشکل اساسی نداشته باشن، صدمه ای از نظر مغزی و بهشون نرسیده باشه و بتونن که زندگیشون رو ادامه بدن. و البته یک هشداری باشه برای هموطنان عزیزمون که بدونن یک همچین
اتفاقاتی در گوش و کنار کشور میفته و هموطنان ما هستن که هر روز یا اعدام میشن و یا اینکه بیگناه به زندان فرستاده میشن. من زمان که به من تعلق گذاشته داده میشد زمانم تموم شده، میخواستم که از اینکه من متکلم وحده بودم و مرتب این 50 دقیقه رو که صحبت کردم به صحبت های من گوش داده باشین و امیدوار هستم که زیاد مکدر نشده باشین و حوصلتون سر نرفته باشه. هفته آینده با داشتن مهمانانی در حضورتون خواهم بود. باز هم سپاسگزارم از مهندس فرزاد که منو راهنمایی کردن. روز و شب خوبی داشته باشین. بدرود.